بنام خدا و با عرض سلام شما بیننده هر ساعت خبر از یک هستید. فردی که متهم به قتل همسرش در ولایت کندز بود از سوی پلیس این ولایت بازداشت شده است سی سرور حسینی سخنگوی پلیس کندز میگوید داد محمد باشنده روسای از قلان شهر کندز که یازده روز پیش همسرش را با شلیک گلوله کشته و فروری بود امروز توسط پلیس حوزه سیوم امنیتی این شهر بازداشت شد از اثر عملیات نیروهای امنیتی در کشور هفت طالب کشته شدند. وزارت امور داخله در خبرنامه نگاشته است که این عملیات ها در جرایان یک شابان روز گذشته در ولایت های بغلان، زابل، ارزگان و فرا انجام شد. سه طالب دیگر در نتیجه این عملیات ها زخم برداشته و شش تنشان بازداشت شدند. در این حال فرماندهی پلیس کابل از بازداشت سه تن به اتهام دزدی از مربوطات افزاهای دوم، هشتم و 13 امنیتی شهر کابل خبر داده است. باراک اوباما با پشتیبانی از راهبرد جنگ در افغانستان سخنان را که رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین امریکا در کتابش نوشته است رد می کند. در کتاب تازه رابرت گیتس که به نام خاطرات جنگ نشر شده باراک اوباما با بیباوری به جنگ افغانستان متهم شده است اما آقای اوباما تاکید کرده است که او به جنگ افغانستان باور دارد و در تعهداتش به افغانستان پابند است وی با توصیف از رابرت گیتس او را یک وزیر دفاع و دوست خوب خود دانسته است هیئت هشت نفری نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا که به افغانستان آمده روز گذشته با مقامهای وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو کرده است قرار است این در جریان دو هفته آینده زمینه های فرستادن ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا برای نظارت از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان را مورد بررسی قرار دهد این هیئت به ولایتهای کندهار هرات بلخ و ننگرهار نیز سفرهای خواهند داشت معین وزارت امور خارجه در دیدار با این هیئت فراهم سازی زمینه نظارت دقیق اتحادیه اروپا از انتخابات آینده ای افغانستان شده است. بودین حکمتیار در یک پیام بی پیشینه از حزب اسلامی خواسته است در انتخابات آینده اشتراک کنند. در پیام آقای اکمتیار تاکید شده است که هواداران حزب اسلامی با گرفتن کارت رایدهی و نامزدان شوراهای ولایتی که عضو حزب اسلامی هستند و یا هم دید مثبت در پیوند به این حزب دارند رای بدهند اما آقای اکمتیار در باره انتخابات ریاست جمهوری چیزی نگفته است اکمتیار که بر ضد نظام کنونی و نیروهای خارجی در کشور می جنگد در گذشته گفته بود که انتخابات شفاف در موجودیت نیروهای خارجی ممکن نیست و خبر اخیر این که بیش از چهل خبرنگار در مصر در نامه خواستار رهایی فوری خبرنگاران بازداشت شده و با ویژه سه خبرنگار شبکه خبری الجزیره شدند. بر بنیاد گزارش رسانه های مصر خبرنگاران ارشد شبکه های خبری بی بی سی نیویورک تایمز و سی این این در میان درخواست کننده ها هستند. نیروهای امنیتی مصر در ماه گذشته میلادی پیتر کرست، محمد فهمی و باهر محمد خبرنگاران شبکه الجزیره در قاهره را به اتهام همکاری با حزب مسلمین بازداشت کردند این بود فشرده تازه ترین خبرها تا این ساعت از امرویتان سپاس